بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اعدام‌های سال 67 جنجال برانگیز شده و ضرورت دارد که تحلیل کامل از این واقعه انجام بشه. یک، مسئله فقهی اعدام‌ها و مسئله تأثیر به تاریخ اسلام. دو، مسئله اینکه چگونه انجام شد، چگونه با چه انگیزه ای، چه کسانی امام رو مجاب کردن، یا اینکه اساساً اون دستورات از امام نبود و اون خط امام است. بحث بعدی و اینکه چه انگیزه ای داشتن، از کی میخواستن این کار انجام بشه که در مرداد 67 این اتفاق افتاد. و بعد از اون باید برسیم به اینکه چگونگی انجامش، بحث قانون و بحث اون شکل انجام یه همچین جنایت بشری چگونه بوده است، که بعضی از قسمت‌ها رو بایستی از خاطرات مستقیم مسئولین زندان اوین، رئیس زندان، مسئول فرهنگی زندان، کارشناس فرهنگی زندان و مقامات ارشد اطلاعات در اون موقع که الان هم پست هایی دارن، یا مقامات ارشدی که به هر حال الان جدا شدند از اونها و سخن میگوین، همین گفته ها و شنیده ها متعلق است به خاطرات کسانی که بعد از قصه 88 آمدن نزد من در همین جا، در دفتر یا جاهای مختلف مطالبی رو دقیقا بیان کردن. سعی میکنم در فرصتی که داریم یک جمع‌بندی کامل از قطرهای 67 رو ارائه بدم. اولا اتفاق چی بود در سال 67؟ چرا این اتفاق افتاد؟ و اینکه آقایان برای توجیه جنایتی که انجام داده اند می آیند چهره پیامبر اسلام امیر المؤمنان و چهره صدر اسلام رو آنچنان تیره و تار می کنند که توجیه می کند هر جنایتی رو، حتی جنایت داعش رو در این روزها. برای این خود رو توجیه کنند می گویند که یهود بنی قریظه هم در صدر اسلام محاصره شدند، مردانشان اسیر شدند، زنانشان به کنیزی برده شدند و مردان 600 نفر از دم تیر در سه شبانه روز گذرانده شدند. اولا این واقعه صحت ندارد، دروغ است، نسبت ناروایی است که به پیامبر و امیر المؤمنین داده شده است. قصه یهود بنی قریظه این گونه بود که هم پیمان با پیامبر بودند و قبل از پیامبر هم پیمان قبائل اوس و خزرج در یثرب بودند. پیمان دفاع مشترک داشتند. فضایی بود، شهری بود، بایستی امنیت اون حفظ میشد. اگر به این شهر تعرضی میشد، همه قبائل، چه اوس، چه خزرج، چه بنی نذیر، چه خیبر، چه بنی قریظه، همه اینها بایستی در مقابل دشمنی که به امنیت شهرشون و محل زندگی امنشون حمله میکرد بایستی هم پیمان میشدن و دفاع میکردن، و اگر کسی خیانت میکرد در اون پیمان بین اونها این بود که باید همه مردان کشته میشدن، مردان جنگی، و زنانشان اسیر میشدن و اموالشان در واقع مصادره میشد. این طبق آیین و رسم تورات است که وقتی به جنگ می روید مردانشان را بکشید، زنانشان را به اسارت بگیرید، به کنیزی، و اموالشان را از آن خود کنید، مصادره کنید. این عین تورات است و این مانده بود در اونجا. یه همچین پیمانی بین قبائل بود. وقتی که پیامبر آمد باز پیمانی با تمام قبائل و مسلمین بسته شد که یک زندگی مسالمت‌آمیز در امن و امان داشته باشند. اگر دشمنی آمد بایستی هم پیمان در برابر او بجنگد. تفاوت یهود بنی قریظه با قصه زندانیان 67 این است که اونها سرحدات در اختیارشون بود. اونها قسمتی از خط مقدم جبهه که بایستی از شهر دفاع میکردن در اختیار یهود بنی قریظه بود. اونها پنهانی رفتند علیه هم پیمانان خود با کفاری که
شهر رو محاصره کرده بودند در جنگ احزاب هم پیمان شدند که راهی باز کنند کفار بیایند و مسلمین رو قتل عام کنند و همین اتفاق برای مسلمین بیفتد که مردانشان همه کشته شوند و زنانشان به اسارت و کنیزی به همین یهود بنی قریظه برسند. این پیمان رو دنبالش بودند، این خیانت رو بکنند. به هر حال پیامبر با کسانی که داشت اسرار خیانت اینها رو فهمید و مانع شدند و اجازه این همکاری رو ندادند. در واقع با یک عملیات ضد جاسوسی جاسوسان رستم دشمن رو فعالیت جاسوسان دشمن رو خونسا کردند. جنگ تمام شد با پیروزی مسلمین و بعد آمدند این قلعه رو محاصره کردند. حالا 15 روز یا 25 روز و نهایتا با پیروزی مسلمین و تسلیم یهود بنی قریظه تمام شد. حالا اینجا پیامبر گفت با شما چه کنیم؟ حکم رو به دست خود یهود قرار دادن که چه کنیم؟ گفتن حکم ما سعد بن معاذ رئیس قبیله اوس که او هرچه میگوید ما قبول داریم. سعد هم پیمان قبل از اسلام رو آورد و گفت قبل از اسلام بین ما این پیمان بود که اگر در جنگ یکی از قبائل خیانت کرد مردانشون باید همه کشته شدن و الی آخر. این حکم خوانده شد، این حکم قرائت شد، اما آیا اجرا شد؟ این حکمی بود که بین آنها پیمانی قرار داشت و باید انجام شد، اما عاملان اصلی جاسوسان و خیانتکاران به سزای عملشون رسیدند و بقیه مثل یهود خیبر و یهود بنی نظیر در واقع کوچ کردند، از مدینه رفتند، دیگه نمیتوانستند با این خیانت هم پیمان و همراه قبائلی که در مدینه ساکن هستند باشند. اینها کوچ کردند. این چیزی که بیشتر مطرح است، قصه ای که 600 نفر گردن زده شدند مثل یک قصه دیگه نیست که خود یهود دارند، که انقلابیون یهود در برابر رومی ها قیام کردند و نهایتا در معبدشون خراب شد، در قلعه سخته در ماسادا اینها محاصره شدند و این اتفاق در قصه های یهود هست که 600 نفر اونها گردن زده شدند و بعد زنانشون به اسارت رفتند. من میخواهم بگویم در تاریخ که اولین نقل هم نسل ها بعد از واقعه بنی نظیر بنی قریظه است. اولین نقل گرم میگرده به شاید 100 سال یا 150 سال بعد از واقعه بنی قریظه. من میخوام بگم خلط شده قصه یهودیان قلعه صخره در ماسادا آمده است به قلعه بنی قریظه وصل شده. این نبوده است، اما فرض کنیم بوده است. با این فرض که بوده است، این اتفاق افتاده است. اولا اونها هم پیمان بودند، ثانیا بخشی از جبهه در اختیار اونها بود، یعنی در اون نبرد بخشی از جبهه اسلام و مدینه دست بنی قریظه بود. خیانت اونها خیانت جنگی بود و ادامه اون جنگ به محاصره قلعه اینها می انجامد و شکست اینها. آیا کسانی که در زندان بودند، من کاری ندارم که اینها هواداران مجاهدین خلق بودند، که اینها مشیشون نفاق است و جنایت کردند، ترور کردند و هیچ گونه جایگاهی در میان ملت ما ندارند، چون رفتن مزدور صدامی شدند که 1,000,000 شهید و جانباز و مجروح روی دست ما گذاشته است و این همه خسارت، اینها مزدور بیگانه شدند و همکاری کردند با دشمن ما. اما این هواداران در سال 60، در دهه 60 دستگیر شدند، محاکمه شدند با احکام شدید و غلیظی که باز هم اون احکام بسیاریش واقعا منصفانه و مر قانون نبود. به سالها 5 سال 6 سال حبس، طرف با یک اعلامیه‌ای که در جیبش داشت 5 سال حبس گرفته است. بسیاری از افراد در اون سالها با یک اعلامیه در خوابگاه دانشجوی طب بود اعدام شده است. همه اینها رو داریم، اما با همین احکام شدید و لحن شما، با همین دادگاه‌هایی که خیلی سریع و تند محاکمه می‌کردند، اینها به حبس محکوم شده بودند و بایستی آزاد می‌شدند. این که ما به بهانه‌ای بیاییم اینها را از سلول‌ها بیاوریم بیرون و به دار بیاویزیم،
هیچ توجیهی ندارد. مهمتر این که آیین دادرسی در اینها رعایت نشده است. این که محاکمه عادلانه‌ای بشود، حکمی ابلاغ شود، وکیلی داشته باشد، فرجام خواهی بکند، دیوانی برود، قضات دیوان این حکم رو تایید کند، همه این مراحلی که بایستی انجام شود و زمانهایی که آیین دادرسی تعیین کرده است اصلا شدنی نیست. آقایونی که میگویند ما طبق حکم عمل کردیم، برای حکم اعدام حداقل زمان رو آیت همون ابلاغ 20 روز تجدید نظر خواهی و دیوان، همه اینها آیا امکانش بود ظرف یک ماه به روایتی، به روایت ما منتظری قریب 4000 نفر، به روایت معاونت وزارت اطلاعات قریب 20000 نفر در تهران و استانها، یعنی این 4000 نفر مال تهران هست، و به روایت کسی مثل آقای ملکی قریب 33000 نفر ظرف یک ماه و چند روز، 30 و چند روز به دار آویخته شدند. اینها آیا جنازه هاشون تحویل شد؟ آیا خانواده ها اطلاع پیدا کردند؟ آیا قبری به خانواده ها تحویل دادیم؟ همه اینها حقوق شهروندی است که شما زیر پا گذاشتید. اما چه کسانی این کار رو کردن؟ حالا توجیهاتی که کردن که عملیات فروغ جاویدان بعد از پذیرش قطعنامه توسط امام در 27 تیر ماه 67 که جنگ یک ماه و دو سه روز ادامه پیدا کرد تا 29 مرداد و یک حمله سراسری و عراق کرد که از خاک ما چیزهایی رو در اختیار داشته باشد که بتواند در مذاکرات برگ برنده‌ای داشته باشد، و از طرفی هم من فکر میکنم مجاهدین خلق رو هم اینطوری از تنش باز کرد در یک عملیات کاملا نابخردانه و غیر علمی از نظر قواعد نظامی. اینا هم سوار تانک ها شدن و آمدن به سرعت جلو از کرند غرب و اسلام آباد غرب و از سر پل ذهاب کرند اسلام آباد اومدن تا به سمت کرمانشاه که در اون تنگه مرساد بالاخره اینها همشون نابود شدن و مردم حرکت کردند و حوالی روز حرکت کرد، سپاه حرکت کرد، ارتش حرکت کرد و اتفاقا حرکت مجاهدین خلق در اون زمان به همکاری اونها با دشمن ما روح تازه‌ای در میان انقلاب بسیجی ها و مردم دمید و همه حمله کردند به جبهه و نتیجه این شد که صدام پیشتبیه های مختصری هم که کرده بود ناچار شد برگرده به جای قبلش. اون تموم شد. اما در زندان ها چیزهایی، من یک زندانبان می‌داشتم در بند 350، همون مدت چند روزی که رفتم اونجا، پیرمرد بود. من فکر کردم به او بگویم خب این که حتما سنش اقتضا می‌کنه که سال 67 در اون وقایع باشه. گفتم چه خبر بود اون موقع، چه اتفاقی افتاد؟ و خیلی جالب بود برای اینکه من رو توجیه کنه که اینجا فجایع چگونه بوده است. گفت اینها میخواستن شورش کنن، میخواستن ما رو بکشن و بپزن و بخورن. گفتم آخه وقتی کسی میخواد شورش کنه تو رو میکشه و میره به اهدافش برسه، چون میدونه نیروهای کمکی میان، دیگه نمیاد دیگبار بذاره تو رو بپزه بخوره. که این چه چیزیست که در گوش تو خوندن و تو باور کردی؟ با این خزعبلات و این حرف‌های عجیب و غریب که فکر می‌کنم دیگه پیرزن‌های فرتوت بی سواد در آخرین نقطه در واقع دور افتاده دوستاها همین قصه رو بشنون می‌خندن، میگن این حرف‌ها چیه. اما اون زندانبان واقعاً برای توجیه ما که منافقین چنین کردن چنان کردن از این حرف‌ها می‌زن. و بعد میرسیم به خاطراتی که رئیس زندان گفته است. قبل از اینکه بخوام به خاطرات رئیس زندان و مسئول فرهنگی، کارشناس فرهنگی زندان که تکان دهنده است و مو بر تن آدم راست میشود، به اون بپردازم، فکر میکنم بگیم چرا در اون ماها اینها میخواستن چه کنن. واقعیت این است که بعد از اینکه امام جام زهر را نوشید، رهبر کاریزماتیک و مقتدری که با انقلاب خودش
نظام سلطنت 2500 ساله رو سرنگون کرده و نظام جمهوری اسلامی رو برقرار کرده و در طول 8 سال دفاع گفته از جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع کل فتنه از جهان و راه قدس از کربلا می‌گذرد، ناچار شده است در آخر جنگ بعد از 2 هفته‌ای بعد از اینکه هواپیمای مسافربری ما رو زدن و مسائل دیگر، وقتی که می‌بیند فرمانده سپاه می‌گوید پوتین برای سربازانمون نداریم، برای رزمندگانمون نداریم، ناچار می‌شود به مصلحت مملکت اقدام شجاعانه‌ای بکند و جام زهر را بنوشد. اما بعد از اون می‌گویند 2 روز امام از اتاقش بیرون نیامد و چیزی نخورد. بعد از اون دیگر به تعبیر آقای توسلی کسی لبخند امام رو ندید. بعد از اون در ملأ عام ظاهر نشد، ملاقات عمومی نداشت و واقعا در شرایط روحی نبود امام که همچین تصمیم بزرگی را بگیرد و شرایط کاملا عوض شده بود. من فکر میکنم اطرافیان امام و بالاخره مسئولین اون زمان میدانستند که با رفتن امام خطراتی تهدیدشان میکنند. حالا اونها تعبیرشان این بود که نظام را تهدید میکنند، اما شاید در دلشان ترجمه ای از نظام این باشد که ما مسئولین نظام مورد تهدید هستیم و میخواستن با اتوریته شخصیت کاریزماتیک امام 2 کار بزرگ بکنن. 1، زدن قائم مقام رهبری که بالاخره اگر آقای منتظری میامد روی کار طیف عوض میشد، طیف نجف آباد میامد و خیلی از مسئولین شاید جایگاه و پایگاه دیگر نداشتن. شاید آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی و سید احمد آقا و خیلی های دیگه جایگاه و پایگاهشون از دست میدادن و بیت میشد بیت آقای منتظری و برادر سید مهدی هاشمی که اعدام شده بود و اون هم قصه دارد که چگونه اعدام شد. به هر حال ممکن بود انتقام اعدام او رو هم اینها بایستی تحمل میکردن و از این نگرانی بایستی با اسم امام و با نام امام و اتوریته امام قائم مقام رهبری جابجا شد. 1، 2، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین گروه، حزب یا گروهک مقابل نظام سازمان مجاهدین خلق بود که اوایل انقلاب در همین خیابان انقلاب خودمون اینها 4 ساعت رژه مسلحانه با یونیفرم داشتن، یعنی 1 تشکیلات شبه نظامی بزرگ با عنوان میلیشیا. این رو فقط میشد با اتوریته امام از بین برد و این کار انجام شد. در واقع اینها میخواستن تا امام هست ریشه رو بزنن، میگفتن هر کسی رو آزاد کنیم ممکن است ملحق بشه و ما گرفتار جمعیت زیادی بشویم، اینها رو اعدام میکنیم و این اعدام باعث میشود که رعبی که در خانواده ها ایجاد میشود کسی دیگه هم ملحق نشود. علی‌رغم همه این تمهیدات وقتی که به رحلت امام میرسیم یکی از نگرانی های جدی این است که مجاهدین در تمام شهرها بریزن بیرون یا از مرزها سرازیر شدن و به ماها که اون موقع من ریاست جمهوری مشغول بودم و خیلی ها بسیجی ها و تیم های حزب اللهی و همه اینها اسلحه توزیع شد. من یادم اون موقع یک برونینگ آکبندی وارد کرده بودن تو روغن بود و ما دادن که خطر جدیه، ممکنه که مجاهدین از مرزها سرازیر بشن. این ترس علارت نام اعدام های گسترده مرداد و شهریور 67 با فاصله چند ماه 7-8 ماه بعدش که رحلت امام است میبینیم که اسلحه توزیع میشه. این دوتا رو میخواستن حل کنن با اسم امام. این که حالا بعضی ها تشکیل میکنن میگوین اصلا اون فرمان امام خط امام نیست، خب طبیعتا من فکر میکنم مثل اون نامه‌ای که علیه نهضت آزادی نوشته شد و بعد به دادگاه نهضت آزادی شکایت کرد و کارشناسان خط نهضت دادگاه گفتن که این خط امام نیست و بعد مشخص شد خط دیگری بوده و امضا هم امضای امام نبود. در مورد این پیام و اون نامه هایی که
رد و بدل شد، طبیعتاً بایستی خدشناسی بشه که آیا واقعاً خط امام است؟ این تردید جدی است. و بعد چرا برای کشتن 4000، 20000، 33000 فرقی نمی کنه، عدد واقعاً تکان دهنده است، برای اعدام این تعداد زندانی چرا رئیس قوه قضاییه نمی تواند امام رو ببیند؟ و آقای محمد علی انصاری، من از ایشون سوال کردم، ایشون خیلی قویاً دفاع کردن، نه خیلی، من خودم بین رئیس قوه و امام 4 بار آمد و شد داشتم و این پیام ها رو می بردم و می آوردم. چرا رئیس قوه برای همچین واقعه مهمی، حادثه مهمی که من ازش جنایت بشری تعبیر می کنم، چرا خودش نرفت با امام ملاقات کنه؟ اینم سوال جدی است. ببینید، همین که رئیس قوه قضاییه برای همچین امر مهمی، همچین امر خطیری که حالا 20000 نفر میخواهند اعدام شود، نمیتونه رهبری رو ببینه و آقای انصاری بین رئیس قوه و رهبر 4 بار آمد و شد میکنه، این خودش محل تأمله. یعنی بایستی فکر کرد چرا امام رئیس قوه رو نخواستند به عنوان فردی که در بالاترین جایگاه این قوه قرار داره و مسئله رو با او مطرح کنند؟ چرا پیغام میآید و میرود؟ این یه مسئله است. یا اون در واقع مقام قضایی که از خوزستان میاد خدمت های منتظری و های منتظری در اون فایل صوتی دارند که اون رو میفرستند، باز با امام نمیتونه اون گفتگو کند، باز پیامش رو باید از طریق دیگری برسونه. اینها همه پیام دارد که میتواند امام این تصمیم رو نگرفته باشد، میتواند اون خط امام نباشد، میتواند کسان دیگری برنامه ریزی کرده باشند. حالا فرض کنید به عنوان حفظ نظام، برای نظام، یا برای، چون بسیاری از مواقع میبینیم که نظامی که ما نگرانش هستیم و فکر میکنیم حفظ نظام از اوجب واجبات است، من هستم، نظام شده از شخص، مسئولینی نگران وضعیت خودشون هستن، جایگاهشون و پستشون و مقامشون و قدرتشون و مالشون. به هر حال اینها قرائنی نیست که ما میتوانیم بگوییم که یک امامی تصمیم رو نگرفت، اون خط نبود، و یا حتی اکثری که اون رو با توجیهاتی، با اطلاعات غلطی مجاب کردن. از این بگذاریم، خاطراتی رو بخوام بگم از زندان. اولیش آقای رسولی از دانشجویان امام صادق که اون زمان کارشناس فرهنگی زندان اوین بود و با همین متهمین مجاهد بن خلف کار فرهنگی میکرد، اینها رو هدایت کنه و ارشاد کنه، شاید توبه کنه. خب چند تا حکایت داره عجیب. یکیش این است که میگفتش که وقتی که من اعدام ها رو، تکنیک اعدام ها حتی در از سبیل های میامد، یکی از تکنیک هاست، البته 9 نفر بینه بالای رو بسته بودن و 9 نفر رو همزمان به دار میکشیدن، میگه وقتی من میرفتم توی خونه، بچه من وقتی تسبیح دستش میگرفت اینطوری تکون میداد، من حالم بد میشد و به یاد این آدم هایی که کشیدن بالا دست پا میدن و مثل آونگ دارن حرکت میکنن، حالم بد میشد و داد میزدن، اون تصمیم میگرفتم پرت میکردم که این حرکت برای من یادآور اون جنازه ها بالا دار میدن. میخوام بگم اگر میخوام بکشیم، باز چرا اینطوری، چه عجله‌ای که رعایت نشه نقطه نقطه به دار بکشیم؟ که همین نیروی فرهنگی شما که بناست اونها را هدایت کنه، دوچار یک بحران روحی روانی شده که از حرکت تسبیح به هم میریزه. همین آقای رسولی تعریف میکرد بعد از البته سال 88 تو زندان رفتن الان آمدن، اومد پیش از این قصه های گفت من شاید ایشون رو 15 سال قبل میشناختم اما نگفت، وقتی که اتفاقات افتاد پای خود منم به بند 209 و زندان باز شد، من برام تعریف کرد که اون سالها چه اتفاقات وحشتناکی میفته.
اون میگفت یک نفوذی داشتیم که این رو به عنوان متهم با پرونده با همه چی وارد سیستم کرده بودیم. من نفوذی از دوستان حسین الله کرم هم بودیم، طبیعتا باید ایشون هم بشناسیم که روی مجاهدین کار کنه، ببینیم کی سر موضعه، کی سر موضعه نیست، کی چه میگوید. این متهم ساختگی و نفوذی اطلاعات در زندان اوین میگه من اون روز دیدم که دارم اینم روز بقیه لباساش دستشه، کیسش دستشه، دارم میبرم وصیت‌نامه بنویسم. تا من تو راه رو دید گفت آیه رسول دادم برسونم، نمیده هرچی میگه من نفوذیم، من باید نیستم، گوش نمیدن، دارم میگه ادامه کنم. خب مسئول فرهنگی اونجا حاج محسن یا حاج محسنی، هر دو بهش میگفتن، هم حاج محسن میگفتن، آی محسن نامی در واقع مسئول موافق همین آقایی بود، میگه زنگ زدن با حاج محسن که چه نشستی که بودو بیاری دارم فلانی رو اعدام میکنن. خب نیستیم زده بود، نتیجه نگرفته بود، سوار ماشین شده بود و آجیر کشون میگفت وارد زندان اوین شد. و همون جایی که اتاقهایی که پایین بنده بودیسان رو اینها رو آویزون میکردن میبردن، تکنیک دوم تو اتاقهایی بود میلهی بالایی زده بودن دوتا اتاق و اینها میادن بالای چهارپایه بقل هم بقل هم اضافه میشدن. میگه وقتی آقای محسنی رسید توی اون منطقه اعدام، این آقا بالای چهارپایه بود و تناب دار گردنش که میگفت او تعبیر میگرد گفت مثل این فیلم های بالاخره تکساسی نمیدن استر این فیلم شده دیگه از دهه کشید، گفتش که بزنی میزنمت، چون محلوه اعدام مثل این که خیلی تشنه خون بود و با حرف این گوش نهده بود، از دهه کشیده بود تا اتا آمده بود و این رو نجات دادن و هنوز هم زنده است. ولی میگفت بعدها هرچی دعوتش کردی برای کار برای مدیر کل مثل جایی گفتم همون همکاری برای من بسته، من دیگه اصلا نزدیک کار دولتی نمیشم، کاری هم به سیاست ندارم، دارم زندگی رو میکنم و هنوزم داره زندگیشو میکنه. این یکی از موارد آقایونی که میگم ما خیلی دقت کردیم، نفوذی خودتون هم داشتیم آویزون میکردیم، تناب دارم گردنش انداختیم. راوی آقای رسولی دانشجوی آقا صادق و تحت نظر هم آقای محسن خودتون که آقای محسن موجودی بود که هم بهمن داروی همسایه اینها تحت نظر او کار میکنه که بعدش معامل وزیر ارشاد و مسائلش مشخصه تو قطعهای زنجیری این بهمن داروی و یکی دیگه که مسئولش بود در واقع خط رو میدادن که کی با یک جمله در کتابش ایشون مرتد یا در آخر صاحب‌النویس و غیره و ظالم اگر یک شوخی با پیامبری مثل جرجیس هم کرده و جرجیس پیامبر رو هم در طنز شوخی آورده بود و محدود و دم میشد و خط رو میدادن به سعید امامی و الی آخر که میدون. این یه حکایت. حکایت بعدی آن رئیس وقت زندان آقای مرتضوی که خب روحانی و سید روحانی سران باید 70 سال داشته باشه و محاصر سفید داره، ایشون اون موقع رئیس زندان اوین. اون عقل میکنه میگه دوستی اومد دفتر من که چه نشسته ای دادن جنایت میکنه چه نمید، گفتم به من ربطه نمید، مسئولینی هستن برای اطلاعات دارن کارشون میکنم، به زندان ربطه من چه کاره، من رئیس زندانم. از اون اصرار که برو ببین داخل چه خبره، میگه من پشدم اومدم حالا من از زندان آزاد شدم، یا آقا اومده پیش من داره بعد از 88 داره قصه ها رو میگه. میگه خب 209 که رفتی اون دری که شما وارد میشید نه یه ده به پایین ترش یه در آخر میگه. گفتم بله. گفت اونجا وقتی وارد میشی یه اتاقی به سمت اتاق ما رو نشون داد، یکی از بزرگتر یعنی اتاق مثلا 20 متری و دو تا در اتاق تو این اتاق باز میشه. اینا حالا تعریف میکنم، میگه اومدم اونجا در زدم در باز نکرد، محکم کوبیدم به در، دریچه وسط در باز بود، چه کار دید؟ گفتم من رئیس زندانم اش در باز نمی کنم، میخوام بیا ببینم چه خبر. بالاخره با داد و بیداد در باز کرد، رفتم داخل، دیدم دور تا دور نشستن هر کدوم کیسه لباسشون دستشون و دارن وصیت نامه می نویسن. هر کی وصیت نامه می نویسین دو تا اتاق بالاش یه میله کوبیدن، میره داخل اتاق روی چهارپایه دیر باشون می دارن آویزون میشه بغل هم بغل هم. این موقع که ایشون بود مثلا 8 تا جنازه آویزون بود و بقیه هم دارن می بینن، یعنی اینها
دارن صحنه رو میبینن که باید بنویسن آویزون شن. تا وارد شدم یه دختری که از همون چادرهای زندان سرش بود منو شناخت و گفت حاج آقای مرتضوی من باینه نیستم، اعلام براءتم کرد از مجاهدین خلق و من دیدم قرار بود فقط سر موضعها اعدام شد و این دختر داره التماس میکنه من باینه نیستم، اعلام براءتم میکنه از مجاهدین. هیچ گفتم همینجا بشین بنویس معلوم میام. با عجله دویدم این ده متر را من در بالایی وارد نویسگاه شد طبقه دوم آدرس را قشنگ بهم میداد که کدوم اتاق. خب اونجا اتاق بزرگی بود که میز کنفرانس آقای نیری آقای رئیسی و آقای پور محمدی نشسته بودن، رو میزم پر پرونده که اینا امضا میکردن میدادن از سلول یا از بند اینها رو میآوردن میاد تو همونجا. این پروسه بود به سرعت. خب تصور کن این تعداد اعدام در عرض یک ماه سرعت چقدر زیاده. من وارد شدم گفتم ها اما من رفتم پایین یه دختر خانومی داره میگه من اصلا بایده نیستم مخالفم اصلا موزه هم نیست. آقای پور محمدی ظاهرن برمیگرده به آقای اکبریان معاون وزارت اطلاعات بود، خب بچه طلبه مدرسه حقانی بود، میگه آقای اکبریان با سید برو ببین چی میگه. میگه همراه من آقای اکبریان اومد برگشتیم هم اونجا دیدم دختر خانوم چادر به سر نشسته. گفتم این خانوم ببین آخ صداش کرد این خانوم بلند شد گفت دشقی ما این جنایتکار خوبینی بکشید ما رو من و آخر دیدم خیلی محکم و هم یه دشقیم و جنایتکار این سر موضعه شد. خب گفتی دیالا میگه سر موضعه نیست دیدی سر موضعه میگه منم باخت و سم انداختم پایین من دفتر خودم نشستم دیگه هم دخالت نکردم و ورود نکردم. گذشت اینها همه رو اعدام کردن چند ماهی گذشت در دفتر من در دفتر زندان نشسته بودیم به سیاد مسئول زندان بودم و یک استر بازجوی بود خیلی خشن و خیلی تند داشت شوخی میکرد برای بقیه تعریف میکرد و من عوض میخوام از هموطنان ترک زبان ناچارم که در واقع نقل اون بازجوی صفاق و جنایتکار رو میکنم همونی که اون گفتر میگم. گفتش که خطاب به بقیه راجع به من رئیس زندان که طور زبان هم هستم زنجانی ایشون گفت این طور که خر نفهمید وقتی رفت بالا و برگشت ما اون دختر رو آویزون کردیم یه دختر دیگه جاشته شد و این نفهمید و خندیدن. یه وقت من اون شنیدن اصلا حالم بد شد اینا چقدر تشنه بخون. خب این دختر میگه من سر موضع نیستم با اینا نیستم. تو این فاصله که من برم آقای محمد آقای پور محمدی رئیسی نیلی ببینم برگردم چند دقیقه سریع رو آویزون کردن دختر دیگه جاش نشوندن که من رو تمیل بده. این یه صحنه وحشتناکه چیزهایی که اون موقع بود اینا حمله بر خدای نکرده دفاع از گروهه که منحط تروریست جنایتکار نشود برای مجاهد بخر یک گروهه که منحط تروریست و جنایتکار بودن اونها با دشمن ما هم پیمان شدن اما اونها اگر تجاوز کردن که برامیز ما تجاوز کنیم ما بایستی به سنت نبی و سیره علی عمل کنیم. او با اینها چه کار کرد؟ او با در واقع دشمن اصلیش ابو سفیان در فتح مکه چه کرد؟ گفت خانه ابو سفیان خانه امن است و نگذاشت خون از بینی کسی بیاید به مکه رو فتح کرد. ما اینها رو داریم، اینها باید محاکمه میشدن و مراحل آیین دادرسی دقیقا رعایت میشد نشده است. قطعا بایستی این سه نفری که الان یکیشون وزیره یکیشون رئیس آستان قدس شده و یکیشون ریاست دادگاه انتظامی قضات رو داره باید پاسخگو باشن. قطعا برای من همین سوال میتواند هزینه داشته باشد. اما عزیزی هم گفته که مردم اینها رو ببخشند اما فراموش نکنند. ببینید بخشش برای کسی که میآید طلب عفو میکند. او هنوز هم مدعی است که باید کشته میشدند و با این فتوا ممکن است فردا نوبت من و شما هم بشود که بردار بشویم. نه بایست ایستاد. اگر در قطعهای زنجیره ای ایستادیم و آقای خاتمی ایستاد دولت اصلاحات ایستاد نتیجهش این است که
ما بعد از اون قتل دگراندیشان نویسندگان و شاعران رو نداشتیم. اگر میخواهید فردا به بهانه محارب و غیره ما بردار نشویم، امروز بایستی دولت، آقای روحانی و همه مسئولین اعلان موضع کنند و بیستن. باید ریشه این گونه دادگاه های در واقع وحشتناک قرون وسطایی ریشه زده بشه. اگر بناست کسی به بخشت ولی دم هست، اولیای دم هستن، حق و ناس پیامبر خدا هم نمیتواند از حق و ناس بگذرد، باید از اونها بخواهیم، از ولی دم بخواهیم که اگر اینها توبه کردن و طلب عفو کردن ما به خشونت ادامه نمیدهیم. همون بوده که نلسون ماندلا گفت که میگذریم اما فراموش نمیکنیم. این گذشت و فراموش نکردن بعد از این است که ما به قدرت برسیم، نه اینکه آقایون هنوز بر خر مراد سوارند و میتازند، ما دستمان کوتاه هست، میگیم بخشیدیم. چه بخشیدیم؟ مگه میتونیم کاری کنیم؟ مگه با اینها میتونیم کاری کنیم که حالا بگوییم بخشیدیم؟ آقای تاج‌زاده عزیز، حالا اگه نبخشیم میخوان چه کار کنیم؟ مثلا میخوان با اینها چه کار کنیم؟ همین خدا رو شکر کن تو رو از زندان آزاد کردن. نبخشی چه کنیم؟ بخشش در عین قدرت است. باید تو بتوانی اینها رو محاکمه کنی، مجازات کنی، بعد بگی بخشیدم. ولی دم باید بتواند قاتل رو قصاص کند، به دار و مکافات بیاویزد، بعد بگه من نمیکنم، بخشیدم. اما وقتی که دستش به قاتل نمیرسه، تازه قاتل به شما منت گذاشته که شما زنده اید. بر بنده منت نهادن که من زنده ام، کلی منت دارم در سر ما که ما زنده هستیم. حالا میگه آقا بخشیدم. این بخشش در ضعف معنا ندارد. نخیر، اینها باید پاسخگو باشن، باید محاکمه بشن. اگر توبه کردن، از ملت طلب عفو کردن، ما کاری نیستیم. اولیای دم بایستی ببخشن و بزرگواری کنن و بگویند ما نمیخواهیم این حلقه جنایت و خشونت تکرار شود. حق اونهاست، حق من نیست، حق آقای تاج‌زاده هم نیست، حق پیامبر خدا هم نیست. این حق متعلق به اولیای دم است. خود کیفیت تشخیص سر موضع بودن هم خودش حکایت عجیب غریبیه. اینکه در چند مرحله اگه کسی میگفت سازمان مجاهدین خر، اینکه دیگه قطعا سر موضع بود باید اعدام میشد. اگر رند بود و میگفت منافقین، تازه سوالا شروع میشد. خب بلان برایت هم واضح بود بکنه، بگی من باقان نیستم، توابم، همه اینها رو اگر میگفت تازه میگفتن حاضر به جبهه. خب اگه باز زرنگ بود میگفت آره حاضر من جبهه. سوال بعدی حاضری بری بومی؟ خب فکر میکرد میخوان میاد بکشن دیگه، به جای چهارپا که بفرستن میدون مین رو خونسا کنن، میخوان اینا رو بفرستن توی میدون مین و میدون مین رو خونسا کنن. خب طرف میگفت بذار به جایی که توی اونجا تیکه تیکه بشن همینجا بکشن. یه تا اونجا نه. اگر میگفت آقا من هنوز به اونجا نرسه، من تازه مسلمونم، شما میخوام مثل عملیات انتحاری بودید، خب ما سر موضع تو اینجا هم متوقف نمیشه. ببینید واقعش این است که دختری به وقتی که همه این مرحله گذروند و تائب بود، گفتن که حاضری برادرت رو که او هم متهم است و حوالی سازمان مجاهدین هست او رو اعدام کنید، و او رو مجبور کردن تیب خلاص رو برد در واقع برادرش رو اعدام کنه. او دیوانه شد. خب یا موارد دیگه که همسرگونی تو بزن. به این جاها هم میرسیم. این نبوده که توی این فایل صوتی به همین راحتی از سر قضیه بگذرن و بعد هم حتی اونایی که سر موضعن تفهیم نشده بود براشون که شما اگه سر موضع باشید اعدام میشید. وقتی میفهمیدن جدی قضیه چون کاملا ایزوله شده بودن، جدا شده، کسی خبر نداشت و اونهایی که همسلولی بودن و زنده موندن می دیدن اونها جدا شدن رفتن، از سرنوشتشون بی اطلاع بودن،
تلفن ها قطع، ملاقات ها قطع بود. گفت آن را که خبر شد خبری باز نیامد. اگر یه خبر می آمد که آقا سر موضع باشه اعدام است و جدیست اندفعه، خیلی ها سر موضع نبودن. وقتی می فهمید که اومد تو همون اتاق به سیمتری و داره نگاه میکنه هشت نفر آویزونه، دیگه راه برگشت نداره. اونجا یه جای سوال نیست، وصیت نامه رو بنویس برو بالا، یا اینکه میاد پای جلسه قبل وصیت نامه رو بنویس برو بالا دار. یه فرصتی نداشت، یه که من نیستم و اگر این زن جمع شد من سر موضوع نیستم دیگه بالای دعا بود. واقعش من اساسا طبق قانون اعترافات در زندان و بازجویی ها فاقد ارزشه. و خیلی هم دیدید این اعترافات باند قطعه زنجیری و همین اکبر خوشگوش چه چیزهایی میگه، همه چی اعترافات هفت رنگی دارن که واقعا من شرم میکنی اعترافات رو بشنوه، چه برسته که رو خواهد بازگو کنه. و این اعترافات برای آدم هایی که خودشون اطلاعاتی بودن تحت شکنجه، این اعترافات عجیب و قریب از ارتباط همجنسگرایی گرفته تا تبادل زنانشون بچه هاشون برای مسائل جنسی و با بستگی به موساد و کاگبه و اینترجنس سرویس و CIA و به هر سازمان امنیتی خارجی که اینا میگفتن میگفت چشم ما بودیم با اون گذاشتی حرام امروزا بله، شهدای مهراب شما ترور کردیم بله، حالا این آدم هایی که خودشون یه اون تو اطلاعات بودن خودشون بازجو بودن ولی اعتراف کردن. یا مثلا ما ثابت بنیم خب همین مقام در واقع قضایی از اوین تعریف میکرد که کنار استخر اوین مهدی هاشمی و سید مهدی هاشمی آوردن و باز اون مقام ارشد امنیتی اینا هر دو بودن، بهش میگن که این اعترافات رو بکن، فقط میخوام به امام نشون بدیم و آزادت کنیم. مجابش میکنن چون اینا با هم دیگه طلبه بودن، قوم بودن، همدرس بودن، رفیق بودن، جوری مجابش میکنه که این اعترافات تو رو فقط امام میبینه و ازش میخوام که آزاد بشه افتتو میبینه. و وقتی که این مصاحبه رو میکنه از تلویزیون پخش میشه میفهمه که کارش تموم شده و میدونید که سید مهدی هاشمی سالها قبل از لاهای منتظری یک نامه نوشته که تو پروندهش هم هست که این مثلث توطئه میخواهد تو رو برکنار کنم و تو رهبر نخواهی شد، اینها نمیذارن تو رهبر بشی، به قائم مقام رهبری مینویسه و خب اسامی مینویسه بالا و این مثلث رو همه میدونن. و این اتفاقات عجیبتر از این حرف هاست که ما بخواهیم اعتماد کنیم به بازجویی ها، به فیلم ها، به مصاحبه ها. سعید امامی چقدر از این اعترافات در اون برنامه هویت در زندان گرفته و اینها ارزشی ندارن. فقط چرا؟ از نظر من خیلی ارزشمند است برای اینکه تمام این دادگاه های فرمایشی بعد از 88 و تمام اعترافات در زندان ها، سعیدی سیرجانی، همه اینها رو با هم ببینیم و این فایل ها رو با هم بسوزونیم و ببینیم اینها فاقد ارزش قضایی است. ببینید یکی از این فایل های وحشتناکی که وجود داره، سه تا دخترن که تومه میشن توسط مقام های امنیتی برای اینکه ببینن دو تا کشیش مسیحی آیا تبشیر میکنن، دارن تبلیغ مسیحیت میکنن یا نه. اینا فکر میکنن در همین حد تومه که بروند و بگویند ما میخواهیم به کیش مسیحیت بیاییم و شما ما رو تبشیر کنیم. خب به داخل خانه این دو کشیش میروند و بعد میبینیم بقیه قضیه مواجه میشن با اینکه در جلوی چشم این سه دختر اون کشیش ها کشته میشن، قطعه میشن و داخل یخچال میرن. بعد از اون از اینها میخوایم مصاحبه کنیم به عنوان اینکه ما از طرف سازمان مجاهدین خلق ماموریت داشتیم این کشیش ها رو بکشیم. خب ناچار میشن برای آزادیشون این مصاحبه رو بکنن و بهشون قول دادن این مصاحبه رو بکنید آزاد. بعد از اون میگه اگه آزاد کنیم میرن بیرون، میگن که آقا اینا همش سناریو بوده، ما رو تعمه کردن، اونها رو کشوندن توی خانه و کشتن. وقت به اعدام این سه تا تعمه ای که خودشون معمولیت داده بودن میدن و بنا میشه اینا رو اعدام کنن. اما کی بر من نگه گفته؟ معاون وزیر اطلاعات که بعدها وزیر شده و میگه که ماها جلوی این قتل رو گرفتیم، تازه با افتخار که ما وقتی فهمیدیم اینا رو میخوان اعدام کنن گفتیم برای چی؟ گناهی نکردن.
با شما همکاری کردن برای چی اعدام شد؟ خب قبول کردن اینها در سلول انفرادی باشن. اون موقعی که بعد از 88 هم تعریف میکرد اون معاون وزیر گفت اینها موندن تو سلول انفرادی تا یائسه شدن و یکی از این دخترها متأهل بود، شوهر داشت، دختری داشت. دخترش این حرفها رو از مادر وقتی از تلویزیون میبینه که دوتا کشیش رو کشتن و تیکه تیکه کردن قضاوت کردن و حالا اونجا تعریف کردن در واقع کشیش هم خواستن بهشون تعدی هم بکنن، در واقع خیلی پیازداغش هم زیاد کردن، از مادرش یه آدم فاسدی که رفته با دوتا کشیش توی خلوتی و بعدم کشته، یک جنایتکار تصمیم کرده، حاضر نمیشه حتی تلفنی با مادر زندانی صحبت کنه و یه ارتباط کاملا قطع میشه. این گذشت و این آقای معاون وزیر یا وزیر تعریف میکرد، میگفت ما جوره اعدام اینها رو گرفتیم، آنها یائسه شدن موندن. بعدها من با یکی از فامیلهای این سه دختر و فامیل یکی از این سه دختر همسلول شدن. اونجا برام جالب بود وقتی این حرفها رو گفتن که من معاون وزیر برای این قصه رو گفته، گفتم من با یکی از این دخترها فامیلم، نمیدونید چه بلایی سر این اومد و چه زندگی فراکتباری خودش، خواهرش، مادرش و همه اینها و هنوز که همین تحت نظر زندگی دارن و جرأت نمی‌کنه حقایق رو بگن، حتی به دخترش اون جرأت نمی‌کنه اعتماد بگیره و حقایق رو بگه. بذار این اعترافات برای ما فاقد ارزشه و این حرفا رو از قول معاون وزیر میزنم که بعدها وزیر شد و این درمیدرها رو کرد، میخواست بگه ما جوره خیلی از جنایتها رو گرفتیم و ببینید چه اتفاقات عجیب بده بیفته. من میدونم این حرفها هزینه داره، اما من فکر میکنم که باید هزینه بدیم، حقایق رو بگوییم و مردم بشنون. هر چه سکوت کنیم این اتفاقات ادامه پیدا میکنه. با گفتن ماسک قطعهای زنجیری متوقف شد، با گفتن ماسک انشاءالله این اعدامها و این شکنجه‌ها و این اعترافات و این اتهامات عجیب غریب انشاءالله ریشش بایستی از جامعه ما کنده بشه.